با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون آی اسد اصل هم در خدمت آقای دکتر ناصر آبدی وکیل رسمی در کانادا هستیم آقای دکتر خوش آمدید با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم آی که این برنامه رو دارن در سرتاسر دنیا ملاحظه می پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما ارز کنم که این برنامه فقط جنبه اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان به عنوان جنبه مشاوره حقوقی به حساب نیاد و اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشید لطفا با شما تلفن که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا سر موقع به شما جواب بده و مشکلاتتون رو رفع کنه خب آقای دکتر خوش آمدید تابستونم تقریبا البته تو بهار این ولی هوای بسیار دلپذیره آره هوای دلپذیره هوای بسیار خوبیه ما به کشاورزی و این و شما مسافرت میرین هستن برای مسافرت تابستون داریم نه الان تابستون بله ما یه جایی ییلاقی البته نه جای گرم م... یه مسافرت داریم که برای اروپا نه آمریکا آمریکا آره یه برنامه مسافرتی داریم که اواخر جولای خواهد بود و تا اوایل اوگست هم طول می‌کشه بعد برمیگردیم به کانادا کشورهای اروپایی هم میرین دکتر حالا وقتی کرونا شده فعلا اون کشورهای اروپایی بیشتر کنار گذاشتیم بیشتر معلومه که در خونه خودمون کانادا باشیم یا آمریکا باشیم و یا مثلا آمریکای لاتین مثل کشورهای کوستاریکا یا نمیدونم مکزیکو کلمبیا جایی که به صلاح نزدیک خودمونم و فرق میکنن لازم چیزی دسترسی به کارها به طب این فعلا ترجیح میدم ترجیح میدم طرف فاریس نرم طرف آسیا نرم طرف اروپا فعلا واسه امسال حداقل داریم تو وضعیت جهانی مشخص ولی بله خب مهاجرت به خاطر اینکه کرونا داره تموم میشه مهاجرت هم داره شروع میشه دیگه درست دقیقاً الان مثلا خب البته تو اروپا واسه ما واسه سال آینده نه امسال سال آینده برنامه‌ریزی داریم که بریم دوران کرونا ولی بله در اروپا ما الان خب طرحهای سرمایه گذاری رو داریم و همچنین طرحهای اینوستمنتی که هست برای ایرانیا رو داریم که اگر ایرانی های عزیز مایل باشن که در اروپا مقیم بشن و این اقامت بعد از سالها تبدیل بشه به سیتیزنی اون کشورها میتونه انجام بشه مثلا خود در کانادا ما اقامت داریم برای چند سال اول بعد که فرد در عرض پنج سال تونه ثابت کنه که مدت خاصی رو در کانادا مونده این فرد میتونه برای سیتیزنی اقدام کنه در کشورهای اروپایی هم ما همچنین ترهایی رو داریم که فرد میره اول مقیم میشه و اگر مایل بود که اقامتش رو ادامه بده به طوری که به سیتیزنی بی میتونه این کار رو بکنه یا میتونه فقط مقیم باشه و از امکانات کشورهای اروپایی استفاده کنه خوبی اروپا اینه که هر کشوری که شما به صلاح سیتیزنش باشید بقیه کشورها انگار دیگه نیازی نداره به ویزا این راحت به همه جا مسافرت میکنید دقیقا ببینید الان مثلا تحریک یکی از تحریک که ما داریم معروف به گلدن ویزا برای پرتغاله گلدن ویزا یه نوع اقامت رو به متقاضی میده تقریبا میشه گفتش که حقوقی که فرد داره در کشور پرتغال تحت عنوان گلدین ویزا همون حقوقیه که من میتونم بگم یک مقیم کانادایی داره در کانادا یعنی فرد اگه اقدام کنه برای مهاجرت به پرتغال این فرد میتونه تو پرتغال کار بکنه میتونه تحصیل کنه میتونه زندگی کنه بدون هیچ محدودیتی و اعضای خانواده‌اش هم اتفاقا از همین حقوق برخوردارن. بخاطر همین گلدن ویزا؟ به خاطر همین گلدن ویزا بحثی که تو گلدن ویزا وجود داره اینه که افرادی که برای کوالیفای میشن برای گلدن ویزا اقدام کنن مثل میگم تمام حقوقش من چرا کانادا رو مثال چون میدونم که بسیاری از ایرانی ها با کانسپت اقامت در کانادا آشنا هستن میدونن افراد میان میتونن زندگی کنن میتونن ملک بخرن میتونن بیزینس بخرن میتونن کار بکنن میتونن حساب های رو و بعد از اینکه گلدن اقامت شروع گرفتن اگر مایل ما بودن تو کشور پرتغال سالی فقط یک بار بلن واسه بس مثلا یه هفته ده روز 20 روز میتونن برن برعکس کانادا حتی الهاز اجبار بودن موندن در محل زندگی در اون کشور مثل پرتغال شامل از کانادا خیلی تحصیلات بهتر اینجا باید شش ماه باید باشید در سال اینجا باید شما دو سال در عرض پنج سال باشید دو سال ولی برای اینکه اقامت روتون رو نگه دارید ولی در پرتغال همچین چیزی نیست نیاز نداره که شما بخواید مدت مدیدی مثل کانادا باشید بمونید بره دوم به نظر من پرتغال یه جهتای نسبت به کانادا بهتره از این نازه که علاوه آب و هوایی واقعا بهتر از کاناداست ما در عرض دوازده ماه شاید هشت ماه تقریبا زمستون یا حالت پاییز رو در کشور حاکمه بهار ما مثلا نواخر می شروع میشه که ما الان مثلا توی می هستیم تا از هفته آینده ممکنه هوا بهتر بشه ببینیم به سمت گرما ولی هنوز ما رو نوییم درجه گرما در خود کانادا آنچنان فعلا گرم نیست در هفته گذشته بالاترین درجه هوای ما 15 بوده در حالی که هنوز زیر هشتم بودیم ما داریم راجبه ماه اردیبهشت صحبت میکنیم نه به ماه مثلا اسفند مثل ایران ولی پرتغال نه از این لحاظ پرتغال امکانات هواییش بهتره امکانات مواد غذاییش هم خب یک کشور اروپایی استانداردهای خوب میتونه چیز کنه سواحل زیبا داره مردم بسیار مهربونی داره و در ضمن همین کشوریه که میتونه بگیم چند ملیتی رو دقیقا تو اون کشور شما میتونی احساس کنی ببینی و دایورسیتی که ما در تورانتو میبینیم و در کانادا میبینیم به نوع شما این دایورسیتی این نوع نجات های مختلف رو میتونی ملاحظه کنی تنوع فرهنگی در اونجا هست تنوع فرهنگی است به اضافه اینکه یکی از اون نکات عمده ای که شما دارید اینی که حقوق بشر در پرتغال رایت میشه یک به عنوان کشور اروپایی که عضو جامعه یا ملل اروپا از حقوق خاصی شما برخورد دارید به عنوان موقی به اضافه اینکه میتونی به امور بیزینسیت برسی میتونی بیای مسئله یک حساب های بانکیتون رو باز کنید میتونید بیزینس بزنید میتونید بیزینس لوکال باشه میتونه بیزینس بینومللی بزنید یعنی به پرتغال یکی از کشورهایی که خیلی امکانات خوبی رو باسه افراد میتونه تأمین کنه و در ضمنم اگر شما فرد متمولی هستید دارای دو پنج آپارتمان سرمایه گذاری کردید و میتونید یکی دوتش رو بفروشید همین سرمایه گذاری رو شما در اروپا انجام بدید در پرتغال انجام بدید به اضافه که پول رایجش یوروه یعنی ما در سطح بین المللی دو تا سه تا به پول رایج دنیا هستش که حرف اول و دوم و سومو میزنه یکیش دلار آمریکاست، دوم یوروه بعد از یورو شما میری پوند انگلستان یا دلار کانادا یعنی میخوام بگم روی این رتبه است رتبه خیلی بالایی داره کشورهای خوبی هم داریم که در اول برنامه آقای می بودن بحث شینگله شما با عنوان مقیم میتونید در کشورهای مختلف اروپایی سفر کنید بدون, بدون اینکه شما نیاز ویزا داشته باشید در کشورهای شینگل که کشورهای شنگل هم مسلم هستید فرانسه است، آلمان، بلژیک، ایتالیا اسپینه. اسپین یعنی کشور بزرگ مهم دانمارک ارزم بزرگ هلند این کشور بزرگ که قوی هستن علاوه اقتصادی علاوه زیبایی فوق هستن علاوه فرهنگی کشور خصوص شما آزادانه میتونید بدون هیچ مشکلی تو این کشورها برین و بیاین شرایطش چیه شرایط ببینید بحثی که وجود داره در طرحهای پرتغال دو نوع سرمایه گذاری رو قبول میکنه معمولا از متقاضیان یک قسمتش اینوستمنت روی پراپرتیه که بهش اون قسمت برفسگی داره که شما بخواید در مناطق شلوغ سرمایه گذاری کنید یا برین دنبال مناطق مثلا خارج از شهر سرمایه گذاری کنید معمولا در خارج از در داخل شهر شما باید 500 هزار یورو سرمایه گذاری کنید در قسمت پراپرتی در خارج از شهر شما حداقل 300 هزار یورو باید سرمایه گذاری کنید ولی باید در نظر داشته باشید که در بعضی مناطق استثناءات وجود داره که در اون استثناءات مبلغ 500 هزار دلار میتونه به 400 هزار دلار یورو تعلیق تقلیل پیدا کنه و در قسمتی که مثلا دور باشه خیلی دور باشه استثنایی وجود داره که بعضی مناطق ممکنه از 300 هزار دلار به 200 هزار دلار یورو تقلیل پیدا کنه این قسمت پراپرتی خب اگر شما خونه ای دارید که در تهران هست با وضعیت اقتصادی ایران به نظر من اگر این قسمت هم سرمایه‌گذاری یک دارید میکنید این قسمت ها رو بفروشید سرمایه‌گذاری تو پرتغال بکنید به عنوان کشوری که قوی عضو اروپا است و به اضافه اینکه امنیت اقتصادی داره در ضمن شما میتونید با رفتن به پرتغال وضعیت اقتصادی و بیزینسی خودتون رو به یه لول بالاتر تبدیل کنید به عنوان فردی که میتونه در فرهنگ در فرهنگ و بازار بین‌المللی وارد بشه چون پرتغال کشور اروپاییه شما میتونید با حضور در پرتغال اگر واقعا کالایی رو داشته باشید به با که بتونید قابل اکسپورت باشه و بتونید اجازه بده که به شما این کالاها رو در اروپا مطرح کنید میتونید از پرتغال به عنوان یک دریچه به عنوان یک پلتفرم به عنوان یک بندر استفاده بکنید که این جنساتون از طریق پرتغال وارد شبکه های اروپا بکنید دو این این که اگه بخوایید سرمایه گذاری بکنید سرمایه گذاری غیر از پراپرتی وجود داره که ما اکثرا مایل هستیم که موکلانمون تو پراپرتی بکنن چون بحث پراپرتی همیشه داغه در سطح سر دنیا داغه و همیشه در حال افزایشه برای موکلا میتونیم ترجیح بگیم که برن در قسمت کپیتال اینوستمنت داشته باشن کپیتال اینوستمنت خودش به سه قسمت عمده تبدیل میشه در حقیقت قسمت اولش بحث ریسرچه که فرد میتونه در قسمت هایی که مربوط به ریسرچ باشه سرمایه گذاری کنه که مثلا ترهای سرمایه گذاری است که مثلا ترهای خاص ریسرچ هست که تو اون چیزا میتونیم موکلا رو کمک بکنیم بهشون راهنمایی بکنیم بهشون طرح معرفی کنیم ولی ما هیچ وقت ریکومند نمی کنیم تو اون قسمت ها باشه که در اونا مینیمم اینوستمنت 350000 دلاره میتونن عزیزان در قسمت بازسازی مناطق میراث فرهنگی شرکت بکنن و در اون قسمت ها کوالیفای بشن که بخوان سرمایه گذاری کنن که سرمایه گذاری معمولا در قسمت های میراث فرهنگی حدوداً 250 هزار دلار یوروه یا اینکه میتونم بیان در قسمت هایی که مشترک هست باسه طرح های سرمایه‌گذاری مشترک اقدام بکنن که مبلغ سرمایه‌گذاری معمولا رو 500 هزار دلار یورو به بالاست این به طور خلاصه میتونم بگم برای کسایی که اگر شما فردی هستی که میتونید حداقل 350 250 یا 500 هزار دلار به بالاتون رو در اروپا سرمایه گذاری کنید این چیز خوبیه اولنش که اگر شما بخوایید سرمایه گذاری کنید بچه های شما که وارد اروپا بشن دیگه از دادن شهریه های خارجی خودداری میکنن یعنی اگر شما بچه هاتون عنوان بچه های مقیم در پرتغال باشن و مایل باشن در پرتغال یا کشورهای جانبی تحصیل بکنن شما عنوان بچه های اروپایی محسوب میشن یادتون باشه یعنی پرمنزنت پرتغال یا مقیم پرتغال از همون حقوق معمولا سیتیزنی اون کشور استفاده میکنن و به طب بعضی از کشور اروپایی ممکنه که امکانات لازم رو به بچه های شما بدن بسه تحصیلات خب لازم مالی شما اینجا یه سود قابل توجهی میکنه که بچه هاتون رو به جایی که بذارین در تهران و در شهرهایی که بابسته به دانشگاه آزادن هزاران مبلغ مالی بالایی رو میلیون تومن شما خرج تحصیلات بچه بکنید و عاقبت هم ندونید که بچه ها شغل به دست میارن یا نه میتونن کار به پیدا کنن یا نه با داشتن فوق لیسانس و دکترا نتونن در خود ایران کار کنن به نظر من پرتغال میتونه یک اپورتونتی خیلی خوبی رو برای فرزندان شما ایجاد کنه که بچه ها وارد بازار کار اروپا بشه یعنی نه تنها تحصیلات بکنن بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد وارد بازار کار در همون اروپا بشن و خب این بزرگترین نعمتیه که به نظر من یک پدر یا یک مادر میتونه به بچهش به عنوان یک هدیه بده این به نظر من خیلی اهمیت بسزایی داره آه دکتر علم از ایران هم مثلا اقدام بکنن مثلا با شما تماس بگیرم؟ بله ما داشته داشتیم ما الان سالهاست که در برنامات اروپا و در آمریکا و همچنین ترهای آمریکای لاتین فعالانه برخورد میکنیم در ترهای سرمیگذاری در آمریکا بوده سرمیگذاری در اروپا بوده مو بله و عزیزانی داریم که در ایران هستن و اگه بخوان کسی اقدام میکنه بر اروپا میتونن مستقیم با دفتر من تماس بگیرن شماره تلفن من روی صفحه تلویزیون هست شماره سلم هم هست میتونن از طریق واتساب باست من پیام بدم و بگم مایل هستن که روی این زمینه اقدام کنن که ما بتونیم کمکشون بکنیم و عزیزانمون رو معرفی کنیم که کمکشون در ایران بکنن که اگه بخوام برای اروپا یا آمریکا اقدام میکنن میتونیم کمک امتیاز فوق العاده ای که هم زیارت هم تجارت هم به گردش گردشگری میکنن و از زندگی لذت میبرن همین که سرمایه ببینید این مهمت خیلی زی... اولا که من میتونم بگم پرتغال یکی از کشورهای زیبای اروپاییه. و قدمت خیلی زیادی داره و بعضی از بنادر این از بنادرهای خیلی قدیمه. سواحل بسیار زیبایی داره فرهنگ بسیار غنی و قشنگی داره از لازم ورزشی که خب من مشالله ایرانی عاشق فوتبالن. مردم پرتغال هم عاشق فوتبالن. و بهترین فوتبالیست ها رو تا حالا به دنیا تقدیم کردن و ما عملا در پرتغال میبینیم که فوتبالیست های خیلی قوی و خوشزوق، هنرمند و فعال هستن که در سطح بینومدری دارن کار میکنن در باشگاه خود پرتغال یا اسپانیا. انگلستان دارن ورزش میکنن خب علاوه فرهنگی این کشور بسیار خوبه موسیقی خیلی زیبایی داره به نظر من اگر نشنیدید ببینید و ببینید چه کشور زیبایی رستوران خیلی خوبی داره فرهنگ خیلی خاصی داره با یک امنیتی پدر مادری که انتخاب میکنن پرتغال رو پولشون رو که دست نمیدن پولشون رو به هم از کشور ایران که هر روز تومنش داره به سمت پایین میاد با اون فشارهای عصبی و روحی که به خودشون میارن شما وارد کجا کردین وارد کشور اروپایی کردید و همیشه پولتون امن تو این ولی این پول از بین نمیده که بلکه بیشتر هم میشه بلکه بیشتر هم میشه به اضافه اینکه شما اگه اتفاقی مثل یوکرین با ایران افتاد و متاسفانه ایران وارد یک جنگ ناخواسته ای شد که نباید هم بشه و توصیه ما نمی کنیم ایران وارد یک جنگی بشه ولی وارد یک جنگی شد عملا ارزش پول ها بمیره مثل روبل روسیه الان بی ارزش ترین پول اروپا <applause> اروپا که اگر بگیم روسیه جزو کشور اروپاییه که متقلبانه از کشور بیشتر آسیایی تو اروپایی الان روبلش اومده بسیار پایین و در یک فشار بین المللی است متاسفانه دولت ایران هم یکی از اقمار روسی است یکی کشوری که اقمار روسیه است متاسفانه با با دلایلی که وجود داره ممکنه ناخواسته روسی ازش بخواد که وارد جنگ بشه و اینا تابع روسی هستن از این لحاظه که من فکر برای تجار ما و, و کسبه و بازرگانان و مدیران اقتصادی ما داشتن یک پاسپورت مطمئن داشتن یک اقامتگاه مطمئن که فرد بتونه اقامت داشته باشه برای خودش و برای عزیزانش به نظر من پرتغال میتونه یک راه حل بسیار بسیار خوبی باشه به چند دلیل اولیش اینه که کشور پرتغال خاصیت های خودشو داره و میتونه کمک بسیار زیادی بکنه علاوه اقتصادی تدریسی و کاری به فرزندان شما و حتی به خود شما دومش اینه که فاصلش با ایران تقریبا سه ساعت راهه با هواپیما شما هر موقعی که بخواین راحت میتونید بین تهران و پرتغال هر شهری میز... که شما انتخاب کنید لزبون رو انتخاب ده. کنید یا هر شهر دیگه انتخاب کنید سه ساعت بودن راهه مثل کانادا نیست که اگه شما بخواین بیاین حداقل یک روز تو برید و یک روز برگردید سه مطلب اینه که اگر اقامتش خیلی باسه شما راحته که بتونید تحصیل بکنید برعکس کانادا میمونه مبلغ سرمایه گذاریش نسبت به کانادا بسیار پایینتره به نظر من اگه شما تو اون ترهایی که ما خواستم با سود معرفی کردیم قیمتش تو سرمایه گذاری کانادا خیلی فرق میکنه چهارمی مطلبی که داره اینه که از یوکرین و مناطق جنگی بسیار دوره در قلب اروپا با. یعنی در در نقطه برعکس اروپا قرار گرفته قسمت غربیش قرار گرفته اونم غرب جنوبیش به طب از اونجاها دوره و به طب اگر شما هر موقع بخوایم برید و بیاین به راحتی میتونیم بیاین به نظر من انتخاب خیلی کشور خوبی من ما رفتیم اونجا بسیار تور رفتیم و بسیار لذت بردیم از پرتغال اسپانیا و این گلدن ویزا مال پرتغاله بله بله, بله. بله. میگم کشور اسپانیا داره ولی با تحقیقاتی که ما داشتیم و سالا تجربه داشتیم به نظر من گلد میزا خیلی بهتر از اسپینه حالا در یه جلسه اگه کسی بخواد میتونیم راجع به اسپین صحبت کنیم ولی من خودم از فیورتام پرتغاله به دلایلی که عرض کردم راحت میتونن عزیزان بگیرن مسئله دیگه اینکه فرد تحصیلاتش به چه صورت طول میکشه های دکتر بستگی داره که مدارک موکل چیز کنه ولی خیلی سرعتش بالاست نسبت به کانادا شاید م -م. مو یک پنجم کانادا است یک به خیلی خیلی حال کسانی که علاقه دارن که سرمایه گذاری کنن در یک محیط آرام و دنج بتونن زندگی بکنن خانوادهشون در اونجا راحت باشن و زندگی خوبی داشته باشن میتونن با شما تلفنی که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر آبادی تماس بگیرید تا ترتیب کارها داده بشه و کمتر از یک سال برین به یک جایی که احساس امنیت بکنید و زندگی فرزندان و خانوادتون هم تعمین باشه سپاس از اطلاعاتی که دادیم های دکتر استدام میکنم و که برسا برصح... شما تشکر میکنم همچنین از, از بچه های اتاق فرمان تشکر میکنم که محبت کرد این برنامه رو امروز دارن ضبط میکنم همچنین متشکر از بینندگان محترم که اجازه دارن که در خدمتشون باشیم مهمونشون باشیم تا بتونیم مسئله مربوط پرتغال رو کل میزاش رو بتونیم مطرح بکنیم با سپاس از شما که بیننده ما بودید تا برنامه بعد خدا نگهدار.